نماد هستیم شاید چرد بخواهی اینجا همیشه به چرد بیاییم انشاءالله محمد جان سلامات بفرستم الان شما در ساختمانی حضور دارید که در سال 95 نگاه‌های تمام دنیا رو به خودش جلب کرد. احساسات و قلوب بسیاری از آدم‌ها رو در سراسر دنیا خدشه‌دار کرد، جریحه‌دار کرد و الان ما در ساختمانی قرار داریم که دارای یک اقتضائات خاصی هستش. می‌خوام عرض بکنم که ساختمان در طی 30 ماه الحمدلله به حول قوه الهی ساخته شد و امروز شما شاهد افتتاح اون هستید. خوبه در خصوص میزان هزینه ها هم ممکنه سوال خیلی از دوستان باشه، من اینها را اینجا اشاره بکنم. بالغ بر 400 میلیارد تومان هزینه ساختمان شد که البته بخشی از هزینه هم تو دل همینه، مثل هزینه های مربوط به عقص پروانه، انشابات و مثلا هزینه های مربوط به ایمنسازی پارکینگ پروانه که ما این زحمت رو واقعا تشکر میکنیم از دوستانمون در سازمان نوسازی شهرداری تهران که تقبل زحمت کردن. هزینه رو ما عیناً تقدیمشون کردیم، قرار شد که زحمت ایمنسازی پارکینگ پروانه رو دوستان به عهده بگیرن. ساختمان در 20 طبقه در 20000 متر مربع زیربنا و 245 واحد، این اطلاعاتی که عرض کردم مربوط به ساختمان جنوبی میشه، با افزایش برخی از امکانات و تجهیزات الحمدلله آماده شد. دو تا موردش رو من به صورت مستقیم عرض بکنم. تعداد آسانسورها از 3 که بود، از 3 تا آسانسور، 3 دستگاه آسانسوری که قبل از تخریب بود به 5 دستگاه، 16 پله برقی اضافه شد که قبلا فاقد پله برقی بود، سیستم اطفاء حریق و پرده حریق که به اعتقاد ما در نوع خودش کم نظیره در سطح تهران، کمتر ساختمانی داره یک همچین استاندارد ایمنی هستش. پد هلیکوپتر بر اساس موازین شهری ساخته شد، نمازخانه بسیار خوب و زیبایی ایجاد شد، تاییدیه موقت آتشنشانی عقص شد و ما متعهد شدیم که در کوتاه در این زمان، البته حتی از اون زمانی که تایید قرار شد که ما ظرف 3 ماهه، به نظرم میرسه انشالله بتوانیم خیلی زودتر از این نارسایی های جزئی که مطرح شده بود انشالله مرتفع بکنیم و تاییدیه نهایی آتشنشانی رو هم عقص بکنیم. قرار هستش که هر دو تا ساختمان در کنار هم دیگه قرار بگیرن، 6 نفر از ساختمان شمالی، 6 نفر از ساختمان جنوبی، 1 نفر هم به عنوان نماینده از جانب بنیاد. انشالله شورای متحد پلاسکو هر چه زودتر آغاز به کار بکنه و مدیریت ساختمان رو جدیتر در اختیار بگیره. این پروژه از چند جهت مهمه، من خیلی کوتاه چند نکته رو خدمت شما عرض بکنم. پروژه یک اهمیت فرهنگی داره به لحاظ احیای فرهنگ ایثار و شهادت، تکریم مقام شامخ شهدا به ویژه شهدای آتش نشان، از این جهت بسیار مهم هست. در ورودی این ساختمان المان و در حقیقت یادواره و یادمانی بابت تکریم روح مطهر و مقام شهدای عزیز بنا کردید، از این جهت بسیار اهمیت داره. این احترامی که بنیاد مستضعفان به خدمت، به فرهنگ خدمت به نظرم در این حوزه گذاشت، در نوع خودش کم نظیر است. پروژه لحاظ اقتصادی بسیار اهمیت داره. مرکز پلاسکو، ساختمان پلاسکو در صنعت پوشاک حرف برای گفتن داشته و به نوعی آبروی این صنعت و این حوزه است. خب این خسارت چند ساله و تأخیر چند ساله با این افتتاح به فضل خدا جبران میشه و در محور اقتصادی هم در حوزه صنعت پوشاک انشاءالله شاهد یک تحول و تغییر چشمگیر خواهیم بود. مسئله حقوقی این پروژه هست. ما در کشورمون معمولاً برنامه‌ها، اتفاقات، اقداماتی که چند وجهی میشه، کثیرالمخاطب میشه، کثیرالشاکی میشه، گره میخوره و مسئلهش حل نمیشه متاسفانه. اما در حالی که بیش از 600 نفر بهره بردار این پروژه بودن و اطراف حقوقی مختلفی پروژه داشت، واقعاً مدیریت میدانی عزیزانمون در مجموعه بنیاد
باعث شده یک پروژه بزرگ حقوقی به ثمر برسه. مسئله فنی و مهندسی کار هست. عزیزانی که حالا در این زمینه متخصص هستن میدونن گاهی اوقات ساخت یک پروژه صفر، پروژه‌ای که دست نخورده است، از ابتدا خیلی راحت تر از پروژه‌ای که حواشی داره، پروژه نیمه کاره است، پروژه‌ای که بنده به سایر حوزه‌ها هست. خب این به لحاظ فنی و مهندسی بسیار اهمیت داشت. عزیزان ما پای این کار ایستادن، یک کار دقیق، مهندسی، تمیز و فاخر انجام شده. من این ساختمان پلاسکو رو از قبل اومده بودم، برای خرید می اومدم قبل از آتش سوزی. واقعا شرایط مناسبی نداشت. امروز الحمدلله به لحاظ فنی و مهندسی یک پروژه تراز و فاخر رو در قلب پایتخت شاهد هست. الان 60 سال از اون شروع کار پلاسکو گذشته. 41 الان اضافه کنیم، دوره 60 سال است این مکان. پلاسکو آسمان خراش ایران بوده، بلند نماد بوده از در ساختمان، ولی یه نمادم بوده فرمودن از در چسب و کار و رونق. و هیچ ساختمانی 600 کسبه اونم تولیدی یه جا ما نداشتیم. تراکم کار تولیدی، چسب، پیشه، تولید، خدمت. اون موقع هم به الگانیان که این امتیاز و رژیم شاه داد ویژه بود. آقای مهندس اسلامی، حضرت عالی وزیر راه شهرسازی بودید، مسلطید به موضوع. در بر جمهوری 1000 متر، اون بخش شمالی هم مثلا 3400 متر، این تراکم، این ارتفاع بدون پارکینگ، این بلوک رو مکعب بردم بالا. امتیاز ویژه بوده. الان هم که ما خواستیم در طی این 4 سال 5 سال عوض بشه طراح، حضرت عالی هم در بخشی بودید، دوباره 5 طبقه شد، بالا رفت، پایین اومد، گفتن نه همین که هست. البته نظر کسبه بیشتر مؤثر شد، چون طراحی اولیه شد ما دیگه این 15 طبقه رو نسازیم دیگه روی زمین، 5 طبقه بسازیم. ولی دوباره ما رو برگردوندن به پلاسکو با ارتفاع 42 متر قبلی. سختی کار این بود، هم زمین 1000 متره، هم ارتفاع 42 متره، هم 303 مغازه باید جایابی کنیم. ستون عوض شده، آسانسور اضافه شده، پل برقی اضافه شده، خیلی تأسیسات، مسائل، خیلی سخت کرد کار ما رو. از اون برم میخواستیم دل کسبه رو نشکنیم، به دست بیاریم. این اتفاق افتاد، خدا کمک کرد. اینجا همه بدونن، اهل فن، تمام ضوابط شهرداری، رعایت میراث فرهنگی، مسائل مربوط به آتش، همه رعایت شده. معنیش این نیست که ما همه جزئیات رو انجام نخه. آقای داوری هستن، به ما مجوز استفاده دادن چند ماه، ولی استم نوشتن. این آقای داوری که رفیق ما هم هست به ما رحم نکرده، به درستی اشکالات رو نوشتن. ما با جان و دل انجام میدیم، حتما مجوز قطعی آتش‌سوزی رو میگیریم و ایرادات رفع و قابل رفعه. برای شهرداری هم همینطور. یکی از آقای مهندس چمران تقاضاها این بود که ما اینجا بیان پارکینگ هم بسازیم. ما جاش کجا بود؟ میگه میشه، از قبلم نداشت. ما رو آقای مهندس اسلامی در شورای عالی شهرسازی معماری موظف کردن پارکینگ پروانه رو بازسازی کنیم. ما الان با شهرداری جدید، آقای زاکانی، همکاران عزیزشون، شهردار محترم منطقه 12 نشستیم، صورت جلسه کردیم، ابلاغ شد، هزینه‌اش برآورد شد، یک جا ریختیم به حساب شهرداری. پارکینگ پروانه رو خود شهرداری باید بازسازی کنه. در واقع ما اینو مسئولیت رو واگذار کردیم به درستی به خود شهرداری، اون نکته‌ام حل میشه. پارکینگ اکبر بخش شرقی و شمال شرقی ساختمونه، آی استاندار دیدید
خالیه، پشتش میراثیه، مدرسه جاندارک و یه چیزایی. من با مهندس سرقامی وزیر محترم میراثم عرض کردم، میراث استان تهران اومد دید. الان یه اتفاق نظری حاصل شده، چون دیدم اعضا محترم شورای شهر هم چند نفر هستن و حضرت عالی، اگر مجوز ما بدن ما سرمایه گذاری میکنیم پارکینگ اکبر را تبدیل میکنیم یه پارکینگ نمونه چسبیده به پلاسکو، اونجا ارزش ملکیش تجاریه برای جمهوری. این زمین کی میاد زمینش رو بکنه پارکینگ؟ خب میکردن. ما این آمادگی رو داریم، اینم این نیتمون اینا خدا میدونه به خاطر این کسبه بزرگوار و مردم تهران حتما مسئله میراث باید لحاظ بشه، چقدر ارتفاع میدن، چقدر زمین، چقدر فاصله. ولی با همه اینها چون حدود 20 نفر از کسبه بر جمهوری هست، با ما چیز نیستن اونا، یه نکاتی اونم واقعا من میترسم یه روز خدایی ریزش کنه، یه حادثه‌ای دیگه رقم بخوره. زودتر این تصمیم اگر گرفته بشه به ما مجوز بدن، سرمایه گذاری با ما، زمینش هم که مال بنیاده، این کار انجام خواهد شد. اینجا قوه قضاییه وارد شد، دولت قبل و فعلی ورود پیدا کرد، شورای عالی شهرسازی معماری وارد شد، آتش نشانی حضور مؤثر داشت، استانداری تهران دور قبل و فعلی ورود پیدا کرده، شورای شهر، خود شهرداری، خیلی ها ورود کردن. بالاخره این رویه پرونده شد، اصلا علیه ما شکایت شد، اقامه دعوا شد. ما هم والا روحمون خبر نداشت، ما هم رفتیم دفاع کردیم. الان این رای در آستانه قطعی شدنه. ظاهر امر این بوده که مالک، بالاخره این هم وصفشو کردیم، بنیاد مقصر اصلی بوده. ما از سر انصاف، لطف، هر چی بگیم و البته منت کسبه رو کشیدیم، با اعتقاد و ایمان این کار رو کردیم. ولی رأیی که به ما دادن دیما تقریبا نهایی داره میره قطعی بشه، تکثیر ما برادر من، خواهر من، اهل فن، رسانه بدون. چون تو حکم اومده این رأی باید در رسانه ملی و رسانه ها خونده بشه. حکم اصلا اینه. آقای مهندس اسلامی، تکثیر ما 16.2% از 100ه. یعنی اگر تکثیرات 100 بگیریم ما محکوم شدیم که علیه ما شکایت شده، 16% سهم ماست. بقیه مال ما نیست، نمیخونم اونا رو چون تلخ میشه. بعضی هم تو جلسه هم میگن ما اومدیم اینجا رای، نه اون وظیفه من نیست. ولی میخوام بگم ما به اندازه 16% مقصر بودیم. هر جام رفت بالا پایین شکایت، قانونی پیدا نکردم که مالکی که دارایش هدم شده دست مستاجر بوده از بین رفته باید بسازه. قانونی نداریم در کشور، ما موظف نبودیم از در حقوق قضایی. من میخواستم چون در جمهوری اسلامی اینجا رو میسازیم حتما نمازخونه باشه. اون ساختمون اون زمان ساخته شده. آقای الگانیان بالاخره یهودی بوده، اعتقادی شده، ولی کسبه اهل نماز بودن، یک گوشه کنار من دیدم به زحمت نماز میخوندن. الان ما بخشی از چیز سهم خودمون رو، سهم خودمون رو کردیم، نه ما به سهم کسبه تعدی نمیتونستیم بکنیم، ولی ما به هزینه خودمون یه نمازخونه آراسته زیبا، یعنی مردم میان میرن خود کسبه بتونن اونجا نمازشون رو اقامه کنن. پلاسکو ایرانی ساخته شده. آقای مهندس اسلامی، آقای چمران، همه چی ایرانیه، نماش ایرانیه. این نمای دو پوسته که ما زدیم تقریبا در ایران کم نظیره، الگوی خود ایرانیه. روزا نور به سمت داخل، شبا نور به سمت بیرون. این نما چون از بدن جداست، دو پوسته است، قابل بازشوه. خیلی جا آتش نشانی میتونه اینا رو باز کنه، وارد بشه. مهمه این. در تبریک میگم به عزیزانی که واقعا به همچین طراحی‌هایی رسیدن.